بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. آقا رسول الله فرمود خورشید منم و ماه علی است. وقتی دیگه به دسترسیتون به من قطع شد، به وسیله او در ظلمات و تاریکی ها راه بجوید. من نهار دیگه شد ظهر، اوج درخشش خورشید، اینجا هم یعنی ظهور. نهار اذا جلاها بعد چی؟ و لیل اذا یغشاها، بعد از اینکه شب میاد تاریکی و ظلمت میاد، غشاء میندازه. بازگشتش هم همینطور. خورشید وقتی میخواد برگرده اول باید یه فجری بدمه. فجر که میدمه تو یه امیدوار میشی، میری تو بین طلوعه و خورشید آرام 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 بالا. اگر شما میبینید معصوم به خورشید تشبیه میشه، به دلیل اینکه روی زمین خورشید رو ببینی یه سری چیزها رو بفهمی. خدا میخواد اون خورشیدی که میخواست تجلی کنه رو بگیرش، چون مردم لایقش بگید نبودن. یهویی نمیگیره، از زمان امام جواد علیه السلام شروع میشه. آرام آرام شما میبینید رفتار اهل بیت بعد از امام جواد جوری است که مردم رو دارن برای نبودن خورشید چیکار میکنن؟ آماده میکنن. این خورشید عالمتاب رو خدا اینطور میگیره و آرام آرام یک دوره طولانی سیاهی میاد دنیا رو میگیره. بازگشتش هم همینطور. اصلا حکمت خدا ایجاب نمیکنه خورشید یهویی بیاد خلاصم. ما تو بین طلوعین ظهوری و این فجر 37 ساله که دمیده. چقدر نمیدونه. برخی از روایات ظهور هست من و شما میخونیم، میگیم آقا خیلی مونده هنوز، نه آقا طرف نمیتونه دین مداری کنه، نماز این طور میشه، فلان اون طور میشه، پس این جلسات چیه؟ اما میخوام به شما بگم این روایات خیلی هاش مال قبل طلوع فجره. زمان رضاخان کسی جرأت داشت روسری سرش کنه؟ کار اسلام به جای رسید که زن نمیتونست با روسری بیاد تو خیابون و باتون میزدن تو سرش، روسریش از سرش میکشید. زنهایی بودن که سالها از خونه بیرون نیومدن تا بتونن حجاب داشته باشن. میگه باید بری برای اینکه دین مداری کنی بری توی سوراخی قایم شی. فضاحتی که در کشور خود ما قبل از انقلاب تو مسائل بحث ابتذال وجود داشت در اروپا بعضا نبود. اون کاری که فرح در شیراز انجام داد، فیلمایی که اون موقع ساخته میشه عین فیلمای غربی و اروپایی، یعنی این سلطه دجال و رسانش بر شیعه خانه امام زمان سلطان داد. به یک بار اتفاق عجیبی میفته، انقلابی شکل میگیره که هدف خودش رو نه نماز روزه، نماز خوندن روزه گرفتن، نه خیر، خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، یعنی میخوام اینو برسونمش به انقلاب. دعواها شروع میشه، جنگ ها شروع میشه. 8 سال جنگ و چه داستان های. این طرف بیام از تو روایات براتون بحث بکنم. یخرج الناس من المشرق، از مشرق مردمی ظهور میکنن، خروج میکنن. فیوبتعون للمهدی سلطانا، وای میستن پشت سر مهدی تا حقشو بگیرن. رجل من قوم، یک مردی از قوم خارج میشه. ید الناس الی الحق، مردم به سمت حق فرا میخونه.
یجتمع معه قوم کزبر الحدید، دورش یه قوم جمع میشن مثل پاره های آهنن، طوفان های سهمگین آنان را به لرزه در نمی آورد، از جنگ حراسی ندارند و ترسی به دل راه نمی دهند. والعاقبة للمتقين.